بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با بسی رحمت یوسفی آگاه روابط بین الملل که در استودیو با ما هستن آقای یوسفی سلام به شما به برنامه ما خوش آمدین سفر حیات طالبان را به تهران چگونه میبینیم؟ سلام ادب خدمت شما و بیندگان عزیز تلویزیون همونطور که به جریان هستیم بعد از گفت شروع گفتمان صلح افغانستان و دیالوگ بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در حقیقت هویت سیاسی بر گروه طالبان بخشیده شد که سفرهای به بین الملل کشورهای منطقه در حقیقت اینا شروع کردن و امروز هم مشاهد یک سفر جدید در تهران هستیم از جانب طالبان گروه طالبان در این شکلی نیست که ملاحظات که کشور ایران در رابطه به گفتمان صلح افغانستان داره به می میتونه ایالات متحده امریکا را در حقیقت مخاطب خود قرار بده چون رابطه تیرگی روابطی که بین ایالات متحده امریکا و ایران وجود داره میتونه تمام روندهایی که ایالات متحده امریکا در او دخل داشته باشه به نوع تد تاثیر خود تد شاه خود قرار داشته آن بود آنچه که گفته شده و... این است که مقام های ایرانی این دعوت را کردن و چه هدف میتونه این دعوت صورت گرفته باشه؟ خب بدون شک من پیشتر هم عرض کردم که تنش که بین ایران و امریکا وجود داره میتونه بر تمام گروه هایی که در حقیقت ایالات متحده آمریکا در رابطه به اونا چی ملاحظات داره چی در روند و فعالیت ها به نوع میتونه ملاحظات داشته باشه ایالات متحده آمریکا ایران سعی تلاش خود داره که سیاست های خود در قبال و قضیه به نو تبارز بده و به خصوص که با ما در حقیقت می نیسه کشور همسایه و از دیر مدت زمان تا حدود فرهنگ های مشترک هم ما با هم از دیر مدت زمان داریم به این لحاظ تاثیرات از, از او در قضیه صلح افغانستان میتونه باشه به نوع از این طریق میتونه ایالات متحده آمریکا را در حقیقت مخاطب قرار بده شما تغییراتی که در ایالات متحده آمریکا بعد از رسیدن آقای بایدن به رأس قدرت هست شاید از او هستیم که از جانب اداره آقای بایدن به نوع در رابطه به امضای پیمان بین ایالات متحده آمریکا و طالبان یک سال ملاحظات را مطرح کردن و او ملاحظات رو گفتن ما در آینده نزدیک مورد بررسی قرار میدیم این نیاز به داره که در ایالات متحده آمریکا در حقیقت حکومت جای پیدا کنه و از کل جزئیات قضایا و روابط دیپلماسی داخلی و بین المللی در حقیقت آگاهی پیدا بکنه و سلطه خود داره سیطره خود بتونه بگسترانه به این منظور می توانیم بگوییم که بحث کشور ایران در رابطه به دعوت از اونا در رابطه به گروه طالبان به نحو تحت فشار قرار دادن گروه طالبان از جانب ایالات متحده آمریکا به نحو میتونه این در مراق هدفشان قرار بگیره یعنی این شرایط واقعا می تواند توسط ای رابطه ایران امریکا را تحت فشار قرار بده یا به یک نوه بخوا که از این فرصت به نفع خودش استفاده بکنه؟ خب بدون قید و شرط ما سیاست های ایران را در طول این چند دهه جنگ که ما مورد بررسی قرار میدیم همیشه منافع خودشان برایشان مطرح بوده این ما افغان ها بودیم که همیشه انتظار داشتیم که در کشورهای منطقه یا کشورهای بر چی وقت تغییرات میای که از تغییرات در به نفع افغانستان چیزی بپاشه پاشه ایزوف ماست کشورهای منطقه هر کدام پالیسی های را در حقیقت تعقیب میکنن که ابتدا منافع کشور خود تامین بکنن کشور ایران بدون قید و شرط منافع خود در قدمه اول مد نظر میگیره و منافع خود تامین میکنه که طالبان به ایران میتونه باعث تامین چه منفعت ایران در افغانستان شود خب از اون جایی که ما در رابطه به بحث گفتمانی که بین رسانای افغانستان و کشور ایران مقامات ارشد کشور ایران صورت گرفت اینا مطرح کردن که ما با طالبان ارتباط داریم بناوه یعنی چی از گذشته بوده باشه چی بخصوص بعد از اینکه حیثیت رسمی بر طالبان در سطح بین دول داده شد که از جایگاه گروه تروریستی به جایگاه گروه سیاسی در واقع گام نهادن یعنی او سفرها به نوع رسمیت خود پیدا کرد که روسیه شامل از است چین شامل از است کشورهایی که در تقابل با استراتژی ایالات متحده آمریکا در حقیقت قرار دارند به میخواهند هویت طالبان را تقویت بکنن و در تقابل با ایالات متحده آمریکا از این طرف سیاست های خود تبارز بدن حال چی روسیه باشه چی ایران باشه کشورهایی که در حقیقت همسو هستند در بحث استراتژیکی با در تقابل با کشور ایالات متحده امریکا شما اما... واضح ساختین که هر کشور به شمول ایران دنبال منافعشان هستند اما میخوایم واضح بسازین که از دید شما طالبان دنبال چه هستند همون که بعضی چیزهای زمزمایی که به گوش میرسه گویا که طالبان از روند صلح در حقیقت اون منافعی که در دوران آقای ترامپ میخواستن به دست بیارن در این دوره انتظار میره که شاید به او اهداف خود نرسن یک سلسله تغییرات در روی کردها مشاهده میشه و بعضی سفر هم میتونه در حقیقت تا حدودی عباد و خود داشته باشه به این لحاظ از ابعاد سیاسی سیطره خود طالبان میخواه بر کشورهای منطقه نفوذ ببخشه و بتانه تا در روند صلح افغانستان یا در حکومت آینده افغانستان از جایگاه بیشتر در حقیقت برخوردار باشه به این لحاظ این سفرها میتونه تاثیرگذاری خود داشته باشه از اون جایی که کشور ایران پاکستان کشورهای آشی همسایه های افغانستان یا منطقه اینا در قضیه سول افغانستان همگی از اینا دخیل هستن اگر ما اینا را دخالت از اینا را در حقیقت نادیده بگیریم بدون قید شر روند رسول خود افغانستان به خطر مواجه میشه چون مجراهایی که به افغانستان مداخله صورت میگیره از طریق کشورهای همسایه است حالا چی شمالی باشه چی جنوبی باشه یا هر کدام از روند صلح افغانستان بدون قید شرط باید ابتدا از سطح منطقه شروع شود دیدگاه های کشورهای منطقه در رابطه با روند صلح افغانستان باید مثبت شود تا زمانی که این مثبت نشود ما فکر نمی کنم که ما با آینده نزدیک ما به طرف صلح گام های موثره بتانیم بر بداریم همین که هر روز ما میبینیم که گفتمان صلح برای وقفه های کوچک دو روزه پنج روزه یک هفته یا دو هفته در حقیقت تعویق میفته علتش ایست که کشورهای منطقه را ما نتانستیم دیدگاه های از اینا رو در روند صلح افغانستان مثبت بسازیم یا حکومتی که بعدا به حریک قدرت افغانستان تکیه میزنه منافع کشورهای همسایه را بتانیم تعریف بکنیم لاعقل حکومت آینده منافع کشورهای همسایه را در حقیقت به خطر مواجه نمی این در حقیقت سیاست است که باید دولت افغانستان او را به معنای جدی از او در قد تعقیب بکنه تا ما بتانیم صلح هر در افغانستان با آینده نزدیک تامین بکنیم همونطور که وضع واشکار از باز متوقف شده بحث گفتمان صلح این نمایندگی عظیم میکنه که ام... کشورهای منطقه دیدگاه هایشان در قبال بحث گفتمان صلح در حقیقت مثبت نشده اما چگونه او... میشد یک تغییر ایجاد شود که هم منافع مردم افغانستان در این مذاکرات مد نظر گرفته شود و هم این کشورها متقاعد ساخته شوند تا بخواهن که صلح در افغانستان بگونی واقعیش بیایه اگر ما روند قبلی که در رابطه با گفتمان صلح از جانب دولت افغانستان تعقیب شده ما او رو مورد بررسی قرار بده میبینیم که یک روند مدیریتی خیلی ضعیف است تا زمانی که پیمان به امضا میرسه هم هیچ اعتراضات وجود نداره حتی کشورهای همسایا نسبت به ما میتونیم بگیم زودتر در مقابل امضای پیمان که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید زودتر موقف گرفتن که مورد پسند ما این نیست مورد قبولی ما این نیست صلح بر افغانستان به ارمغان خواهد آمد ملت افغانستان منتظر صلح هستند اما تفاهم بین ایالات متحده امریکا و طالبان به امضا میرسه این از جمله دغدغه‌ای است کشورهایی است که در تقابل با استراتژی ایالات متحده امریکا قرار داره از این جهت موقف حکومت افغانستان در قبال قضیه سل باید کمک تفاوت بکنه یعنی ما هم بیایم تر پلان برزیم ما تا به حال منتظر روی کردهای دیگر هستیم دیگر ها پلان تر میرزن در نهایت اما با این تر پلان. ها آیا حکومت افغانستان میتونه از چون این سفرهای یا هم از مواردی که میتونه برای سال افغانستان مشکل ساز باشه جلوگیری بکنه؟ خب امروز طالبان جایگاه خود دارن با تمام معنا دولت افغانستان نمیتونه در همه موارد صد درصد مداخله بکنه چرا اه... کشورهایی که هم استراتیجی با افغانستان و یا حمایت کشور ایالات متحده امریکا رو دارن میتونیم تا حدود بگیم دولت افغانستان با اونا شاید بتونه همسو گام اما افغانستان گام یک دولت هست و با هر کشور رابطه دولت با دولت را داره داره اما متاسفانه ایر تمثیل نکردیم ما شما زمانی بیشتر تمثیل نکردن یا افغانستان نه نتارستن. ما بیشتر از خود گله دارم تا از دیگران از دیگران گله کردن ما را به جایی نمیرسانه با امضای تفاهم نامه ای که صورت گرفته بود اگر بعد از تفاهم نامه بین طالبان و امریکا باید صلح می آمد باید صلح می رسید چرا صلح نرسید دولت افغانستان در روز زمان خاموش ماند کشورهای دیگه آمدن مداخله کردن دیگه یعنی خدا... همین گونه روند به پیش بره و خاموشی وجود داشته باشه از طرف حکومت افغانستان ممکن است که این اوضاع تر شود و حتی نگرانی از از دست رفتن بسیاری از دستاوردهای مردم افغانستان نتر شود ببینیم ما به صلح امیدوار هستیم و این دریچه که باز شده این دریچه است که باید حداکثر استفاده را ما ازی بکنیم اما مدیریتی که در قبال قضیه صورت گرفته این کافی نیست روندهای گفتمانهای صلح همیشه دراز مدت بوده کوتاه نیست یعنی برای یک ماه نتیجه نمیده دو ماه اما این این گونه با خشونت ها هم همواره هم آمیخته نبوده حالا وقتی از خشونت ها در افغانستان صحبت صورت میگیره نگرانی بیشتر ایجاد میکنه که اگر این مذاکرات زمانگیر گیر و حالا خشونت ها چگونه خواهد شد که هر روز از مردم افغانستان تلفات میگیره همین اگر موضوع موقف که امروز طالبان دارند در قبال قضیه صلح افغانستان در قبل از گفتمان که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا مورد بحث و قهور قرار میگیرفت و دولت افغانستان در حقیقت روی از این قضیه تاثیرات خود می داشت ما فکر می کنم ما امروز به این مشکلات مواجه نمی بودیم او روز در حرکت قدرت ایالات متحده امریکا فرد بود که بر منافع کوتاه مدت خود لا اقل یک دستاورد داشته باشه که در انتخابات استفاده بکنه گویا می از یگانه دستاورد آقای ترامپ می بود که او نشد در حقیقت می بگیم که آقای ترامپ در این قضیه ناکام مان بعد از به قدرت رسیدن و یا کامیاب شدن آقای بایدن طرز تعامل و دیدگاه های طالبان در قضیه پروسه صلح موقف گیری هایشان حتی تفاوت کرد اگر این موقف گیری ها قبل از امیدوار ساختن طالبان به قضیه صلح با او دیدگاه هایی که داشتن و یا انتظارات که از پروسه صلح داشتن توسط دولت افغانستان مورد بررسی و قور و تحصیل گذاری قرار می گرفت. امروز شاید روندی که از ابتدای بحث گفتمان که بین طالبان و دولت ایالات متحده آمریکا شروع شده بود به شکل نرمال تعی می کرد امروز از حالت نرمال در حقیقت سرعت خود به منفی داده بسیار تشکر از آقای یوسفی در برنامه ما